همه چی داره با برنامه ریزی پیش میره. همه Meanwhile خیلی زیاده. من قشنگ گوشمو محکم گرفتم. بدم بره یاور. اینجا اعتراضات آتش سوزی هم کردن. بوی آتش میاد. خب سلام. الان ساعت 4 صبح با شدیم حاضر شیم که بریم سوار قطار شیم ساعت 6 بریم پاریس. Let's get it. Let's get it. Get. منتظریم که شماره قطارمون رو اعلام کنن. یه دیگه بدونیم باید کجا بریم. ببین خیلی مواظب باشا. مراقبم بریم که داشته باشیم. خب ما الان رسیدیم و من میخواستم یه ریمایندر برم که اینجا که میخوری به کسی نباید بگی اسکوزی، اینجا بگو ساری، نمیدونم هرچی، ولی اسکوزی نباید بگی. اینجا فرون سر نکنی تختشون بالاست. چه جالبه بچه، همینه فقط. ایموشنال دمت. از خونه زدیم بیرون، حاضر شدیم، منتظر اتوبوسیم که بیاد. میخوایم بریم کجا؟ گالری لافایت. بچه ها اینجا قضیه آدماش اینطوریه که شما سمت چپ رو نگاه کنی آدمای سمت راست رو از دست میدین، سمت راست رو نگاه کنی آدمای سمت چپ رو از دست میدین. یه شما بالاخره یه سمتی رو از دست میدین، مگر اینکه مثلا دو تا باشین و اینا یکی اونورا نگاه کنه به نیت اون یکی، یکی اونورا نگاه کنه به نیت این یکی. چون واقعا همه ماشاءالله فاین و خیلی خوب و مشتی و مثلا جذاب و تیپای قشنگ و اینا. یه پیتزایی چیزی بخوریم چون که زدیم مثلا رستوران فرانسوی اینا پیدا کنیم. دیدیم که غذایی که قشنگ سیر بکنه ندارم. ما هم واقعا به یه چیزی نیاز داریم که سیرمون بکنه الان تو این شرایط. مثلا میخوایم بریم یه پیتزریه ایتالیایی همین پیتزا بخوریم موشه جونمون بشه، بعد واسه یه سال تحویل برگردیم برج ایفل اینجا سال تحویل. بچه آهنگ ایرانی هم گذاشتن، یکی از همین خانواده اینجا علاق کنم، سه خانواده اینجا ایرانی بودن. جالبه که به خانواده یعنی خانوادگی اومدن که سال تحویل رو تو یه رستوران بگذارونن و اینا. جالبه واقعا. ما هم اینجا این دیگه داریم سعیمون میکنیم که سال تحویل اینجا بمونیم. آره داریم خودمون رو میدنسیم اینجا بیزو، چون که الان نیم ساعت و بودم فکرم نیم ساعت 40 دقیقه مونده بعد ما غذامون تموم شده، جلومونم برداشتن، ولی خب هنوی چی نگفتیم. خواهیم اگه اومدن دیگه گفتن که میرید یا یه چیزی دیگه میخورید بگیم که مثلا یه تیرامیسو میخوام، ولی مثلا حدود 10 دقیقه دیگه که زر شکمون خالی شد. ما سالمون رو تحویل کردیم. با خانواده ویدیو کال کردیم. الان هم پاشیم که بریم خونه دیگه. من اصلا حالم خوب نیست، خیلی سرگیجه دارم. بعد قرار بودش بریم ایفل دوباره واسه سال تحویل، ولی اصلا نرفتیم کلا چون من خیلی حالم خوب نبود. مثلا یه کلا تصمیم گرفتیم که بریم خونه، خیلی هم سرده. ما هم اصلا چیز گرم نیوردیم. دم آخری کلا یادمون رفتش که کاپشن و اینا رو بذاریم تو چمدون. فوق العاده است همه چی. به شدت بهاری اومدی و اینجا به شدت سرده و اصلا بهاری نیست. خب بچه ها اینم نمایی از سطح شهر. خیلی عجیبه واقعا، خیلی عجیبه. سلام. از سومین روزی که ما اینجاییم، ما هم یعنی آماده شده بودیم که پاشیم بریم ایفل چند تا عکس بندازیم، بعدش بریم موزه لوور، بعدش هم میخواستیم بریم مومخت. درست صدای نه؟ آره، که یه محله است مثل این که اینا خیلی قشنگ و اینجور چیز. ما در باز کردیم رفتیم بیرون و با این صحنه مواجه شدیم که مثل چی داشت بارون میومد، واسه همین کنکل شد. الان کنسل بیرون رفتنمون. حداقل الان ایفل رو نمیتونیم بریم و نمیدونیم میخوایم چیکار کنیم، به خاطر اینکه
بالاخره پاریس اومدی با ایفل عکس نداشته باشی، یعنی دیگه قشنگ. حالا خلاصه دیگه الان نشستیم گفتیم خب چیکار کنیم و اینا، که زینب داشتش همونطوری تو گوشش میگشت که ببینه که مثلا چه جوری آب و هوا فلان، با یک پیامی مواجه شد که این پیام توش این بودش که مثلا اینکه نمیدونم واسه همین راننده های قطار و اینجور چیزا اعتصاب کردن و فردا ما بلیتمون کنسل شده. خیلی جالبه، همه چی داره با برنامه ریزی پیش میره، همه چی، یعنی هیچی خارج از این برنامه ریزی نیست و ما رو خیلی خوشحال میکنه این قضیه. گفتم باهاتون در میون بذارم این اتفاق خیلی فانی که برامون افتاده رو، و اینکه امیدوارم واقعا یه چاراندیشی بکنیم که هم بتونیم با ایفل عکس بندازیم، هم بتونیم فردا بریم و همه اینا. خب ما الان وایسادیم تو صف موزه لوور، جمعیت داشته باشین خیلی زیادم. بچه این قسمت هدفون میدن نوشته که آدیو گایده، یعنی تو هدفون و سمشون گفته میشه که با کجا برن و چه سمتی برن و اینا. خب ما الان اومدیم واسه ناهار یه رستوران آمریکایی بود نزدیک اونجا بود، چون ما دوتامون گوشت و اینا نمیخوریم واسه همین رفتیم مکدونالدز اول امتحان کنیم ببینیم چیزی داره بدون گوشت، دیدیم که فقط چیزن سرو کرده داشت واسه همین کلا کنسل کردیم اومدیم بیرون و الان یه رستوران آمریکایی بدیم خیلی هم خوشگله توش، دوتا برگر ویجیتریان سفارش دادیم و الان اطراف بهتون نشون میدم. خب بچه ما واسه روز آخر هتل گرفتیم به خاطر اینکه دیگه اگه اونجا رو می‌خواستیم بگیریم دوباره خیلی گرون می‌شد و هتل ارزان‌تر می‌افتاد یه روزه. هتل خیلی خوبی هم هست، زودتر اومدیم اتاقمون رو زودتر تحویل دادم خدا رو شکر. بعد اینکه حالا اطرافو بهتون نشون میدم. هر روزم با همین لباسه ایم به خاطر اینکه ما چند تا لباس آوردیم، بعد فقط اون گرمه همینه، بقیهشون هیچ کدومشون گرم نیستن واسه همین اصلا نمیتونیم بپوشیمشون متاسفانه. بعد هر جا میریم دیگه لباس کاپلی پوشیدیم و اصلا وحشتناک. آره مثلا خونه اومدیم بیرون خیلی وقت داریم راه میریم که یه جا پیدا کنیم فقط ماشین ازش رد شه به خاطر اینکه همه جا رو بستن به خاطر همین اعتصابات و اینا، بعد هیچ جا رو پیدا نکردیم دیگه، انقدر رفتیم تا الان این یه خیابونم نیست، از یه کوچه است انگار که ماشین ازش رد میشه. همینجا وایسادیم یه تاکسی بگیریم که بریم انشالله سمت ایفل. One eternity later. بچه ها ما بالاخره رسیدیم برج ایفل، بالاخره اومدیم اینجایی که همه ما برج ایفل عکس میندازن. کجا بود؟ تروکادرو. تروکادرو اینم نمایشه. بالاخره طلبید خدا رو شکر واقعا. بچه ها انقدر باد زیاده که واقعا اگه با باد هم اگه با باد همراه بشیم قطعا میتونیم به مقصدمون برسیم، چون خیلی باد زیاده، خیلی زیاده. یعنی من قشنگ گوشیمو محکم گرفتم که نبر یا من مادم بودن وای. آره خلاصه بچه ها اینجا اعتراضاته، بعد خیلی خیابون و اینا شلوغه، آتیش سوزی هم کردن بوی آتیش میاد. چقدر اعتراضاتشون شاده، چقدر جالب.
سلام، ما اومدیم یه جمع‌بندی بکنیم سفرمون رو کلن به فرانسه و بگیم که کلن اینجا چطوری بود و آدماش چطوری بودن و اینا. راجع به آدماش، مردم خوبی داشتن به نظر ما، خیلی کمکمون کردن. حتی وقتی کمک نمیخوایم میان کمکت میکنن. دقیقاً، یعنی بعضی وقتا میبینن که مثلا حتی تو داری دنبال یه چیزی میگردی یا یه ذره انگار داری گیج میزنی سر میان جلو که مثلا بگن که اگه میتونن کمکت کنن. خیلی چیز جذابیه و واقعا من احساس میکنم که واقعا خیلی دلم برای اینجا تنگ میشه. خیلی احساس میکنم بهم خوش گذشت. خیلی سخت داشت. الان خیلی خوشحالی؟ نه داغونم، افتضاح هستم. خیلی پدرمون در اومد به خاطر اینکه خیلی، یعنی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردیم. مثلا یه سری چیزا ما برنامه‌ریزی کرده بودیم، بودجه‌مون رو برنامه‌ریزی کرده بودیم که تا چه حد خرج کنیم و اینا، خیلی همه چی خارج از برنامه شد و واقعا دست ما کاری بر نمیومد. ولی تجربه خیلی قشنگی بود و خیلی شهر رو ما دوست داشتیم، خیلی آدماش رو دوست داشتیم. هم آدماش خیلی خوشگلن، خیلی شیک و با کلاسن، هم مهربونن. خیلی من دوست داشتم اینجا رو و دوست داریم که واقعا دوباره پول جمع کنیم و دوباره بیایم اینجا. این اولین سفر تنهایی ما بود، یعنی ما تا حالا هیچ وقت مجردی سفر نکرده بودیم که همه برنامه ریزیش و همه کارش با خودمون باشه و خب یه ذره بی تجربه بودیم و بی تجربگیش در خیلی جاها خودش رو نشون داد. ما پسش بر اومدیم و امیدواریم که دفعه بعدی که میایم خیلی تجربه‌مون بیشتر شده باشه و بیشتر بهمون خوش بگذره و حتی بتونیم با آدمای اینجا هم دوست بشیم، چون این دفعه واقعا انقدر تو چیز بودیم که وای بریم اینجا رو ببینیم، بریم اینجا رو ببینیم، برسیم فلان، نتونستیم با آدماش هم زیاد ارتباط برقرار کنیم. ولی دفعه بعدی من دوست دارم که واقعا اینطور بشه. خب بچه اگه این ولاگو دوست داشتین حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و اینکه حتما نظرتون رو تو کامنت ها برامون بنویسید. مرسی.